امروز کمیته تخصصی خاورمیانه و شمال آفریقا از زیرمجموعه‌های کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به 4 طرح مربوط به ایران و حزب الله لبنان رأی مثبت داد. الزام ایران به همکاری برای یافتن و برگرداندن رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال با آمریکا، محکومیت حکومت ایران در آزار و اذیت اقلیت بهایی و اصرار بر آزادی 7 رهبر زندانی بهایی و آزادی بدون قید شرط شهروندان و دارندگان گرین کارت آمریکا که به دلایل سیاسی در زندان‌های ایران گرفتارند، و در نهایت درخواست از اتحادیه اروپا برای تعیین تمام تشکیلات حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی مضمون این طرح‌ها را تشکیل می‌داد. همکارم فراد پولادی از مقابل کنگره با ماست. فراد، چه جزئیات بیشتری داری که برامون بگی؟ بله شهرام، خب ابتدا شروع کنم با آقای لوینسون که با محاسبه امروز 3767 روز هستن که در از جزیره کیش ناپدید شدن، جزیره کیش ایران، و آمریکا بارها از ایران خواسته که همکاری کنه در یافتنش و برگرداندنش. با این طرحی که امروز تصویب شد، خب ایران ملزم میشه که کارهای عملیاتی انجام بده و واقعا وارد مشارکت اطلاعاتی داشته باشه و بگه که کمک کنه برای بازگردوندن آقای لوینسون، مأمور پیشین FBI. همچنین یکی از طرحهای دیگه که مسبب شد امروز در رابطه با شهروندان آمریکایی و حتی کسایی که گرین کارت آمریکا دارن و در زندان‌های ایرانی تحت عنوان‌های سیاسی بازداشت هستن، از جمهوری اسلامی خواسته شد که هر چه زودتر آزادشون کنن و تا بتونن برگردن. دو تا رئیس این کمیته و نایب رئیس این کمیته صحبت‌هایی داشتن در این زمینه که با هم می‌شنویم. از زمانی که ایران برجام را امضا کرد و هدیه خوب برای آزادی گروگان‌های آمریکایی دریافت کرد، به ادامه آنچه فکر می‌کند تجارت پرسودی است که روی آورده. ایران هم اکنون گستاخانه‌تر عمل می‌کند و به زندان کردن افراد دو تابعیتی ایرانی آمریکایی مانند نمازی‌ها اقدام کرده. اونها را از خانواده‌هاشون جدا کرده و به اتهامات واهی به زندان انداخته. سلامتشون هم اکنون در خطره. زمان عمل فرا رسیده است. ایران به دنبال خلاصی از تحریم ها و به دنبال سرمایه گذاری خارجی است. چه چیز موجب می شود که شرکت های معتبر با کشوری که خارجی ها را می روباید و غیرقانونی زندانی می کند در تعامل باشد؟ همچنین چرا باید یک شرکت آمریکایی در کشوری که شهروندان آمریکایی را می روباید سرمایه گذاری کند؟ باب لوینسون بیشتر از هر شهروند دیگر آمریکایی در حبس بوده، اما من امیدوارم که دولت کنونی برای آزادی او فشار لازم را بر ایران وارد کند. امیدواریم که به زودی او را در کنار خانواده‌اش ببینیم. در دو طرح دیگه‌ام که امروز تصویب شد، یکی در رابطه با شهروندان اقلیت بهایی در ایران هستش که خواستار آزادی رهبران این اقلیت شدن در ایران. همچنین گفتن که اینها جزء نقض حقوق بشر قرار میگیره و از دولت آمریکا و وزارت خارجه خواستن که کسانی که مستقیما در این کار دخیل هستن جزء تحریم ها قرار بگیرن. طرح دیگری که به نوعی به ایران وابستگی داره، گسترش تحریم علیه حزب الله لبنان هستش. نمایندگان کنگره از اتحادیه اروپا خواستن که صرفاً به اینی که شاخه نظامی حزب الله جزء تحریم‌ها هستش، جزء سازمان‌های تروریستی تلقی شده، بسنده نکنند و تعمیمش بدن به کل این گروه سیاسی نظامی که تحت کنترل ایران هستش. البته بگم که این در کمیته این مصوبات باید بره به صحنه کلی خود کمیته اصلی و بعد مراحل بعدی رو طی بکنه.